سلام، وقت شما بخیر. همونطور که میدونید لیگ و تورنمنت زودیاکمون با تب و تاب بسیار بالا در جریانه و شما قراره یکی دیگه از بازی‌های این تورنمنت رو تماشا کنید. ولی قبل از بازی خواستم حامی مالیمون رو بهتون معرفی کنم، ترمگرافیک، به نشانی termgrafik.com که آدرسش این پایین ثبت میشه. میتونید برید سایتشون رو ببینید، محصولات فوق‌العاده متنوعی داره در زمینه محصولات تبلیغاتی، ماگ، نمیدونم هولدر موبایل، کلاسور، همین تیشرتی که خودم طلم کردم. ببین لوگوی خودمون رو زدیم، شما میتونید لوگو اختصاصی خودتون رو بزنید، اسمتون رو بنویسید، پشتش اسم بنویسید، با هر طرح کاستوم برای خودتون تیشرت در رنگ‌های مختلف با جنس پارچه خوب تولید بکنید و خودتون و دوستاتون ازش استفاده کنید. یه سری کیسه های پارچه‌ای هم دارن، کیسه دسته‌دار این شکلی، بنددار که اینجوری میشه. خیلی خیلی محصول، این محصولش کاغذ کادو نیست، پارچه کادوه. شما میتونید کادوهاتون رو این شکلی با پارچه کادو پیچ کنید، خیلی ترتمیز و خوشگل، از همین طرحایی که توی سایت هست یا اینم طرحای کاستومی که خودتون مد نظرتونه. بریم بازی رو ببینیم چه خبره. خب دوستان سلام، خیلی خوش اومدین به پنجمین بازی از سری بازی‌های تورنمنت زودیاک خوش اومدین. یه خیلی مافیایی توی شبای بازی کسی زود ماست، توی روزای بازی قبل رای گیری بعضیا هی ماسکو میزنن میخوان بدن شاتشون رو بزنن، ولی یعنی نقش نگرفته میخوان بدن شاتش رو بزنن. آره خوبه بچه ها، نقشا رو من اینجا کامل همه رو قاطی میکنم با هم دیگه. بازم از اون نفر اول که مصطفی باشه شروع میکنم تعارف میکنم بهتون. زیر ماسک ماسکتون رو برمیدارید، صداتون که آدم از کارتایی که بهتون تعارف میشه انتخاب میکنیم، پروانه دیگه آخرین نفره، آخرین کارت بهت میرسه و تو انتخابی نداری. باز دوباره رندوم بودنش رو اینجوری تضمین میکنیم. من پخش کردن کارتم دارم جلوی دوربین انجام میدم و تو یوتیوب منتشر میشه، بنابراین منم کارتی و سمت کسی هول نمیدم، آدمی هم نیستم این کار کنم، ولی بازم حالا یوتیوب میتونید نگاه کنید که نکردم این کار. نقش به کسی من کاستوم نمیدم، کامل رندوم قاطی میشه. امیدوارم در درجه اول بهتون خوش بگذره، بعدش هم بهترین بازی خودتون رو ارائه کنید. من امیدوارم که هر 12 نفرتون برید به مرحله بعدی که بعید هم نیست، ما محدود نکنیم، ممکن از یه بازی 12 نفر بره یه بازی 0 نفر برن بالا، امتیازیه تک تک کاراتون و اینا امتیاز داره. میشود آرزو کرد که 12 نفرتون برید بالا، البته یه ذره بعیده که حالا اینجوری باشه، ولی خب لااقل 7-8 تاتون از این گروه مرگ که در ظاهر خودتون فکر میکنید بازیکنهای خوبی هستید ولی ما به هم چیزی اعتقاد نداریم. نداشتید. بریم برای توضیح نقش. ماسکاری صورت شب میشود. ماسکاری صورت. متشکرم. مصطفی. هادی. مریم. امین. صبحان. حامد. آریان. لیلا. طه. خشایار. سیامک. و خانم پروانه. بسیار خب، همه ماسک دارن، همه نقش دارن، ماسک هم دارن، همه ماسک دارن، همه در این حال نقش هم دارن. ماسکا رو از روی نقشا بردارید. یه نکته آخری هم بگم و بریم سراغ بازی. چی می‌خواستم بگم؟ آها،
بچه ها توی سناریوی 12 نفره زودیاک دو تا نقش شهروند ساده داریم. من یه بار اینو توضیح بدم که تو ویدیو هم ثبت بشه بیننده ها هم ببینن. شهروند ساده ظاهرش اینه که این نقشه چیه و اینا، ما هیچ کاری نداریم تو شب و اینا، خیلی خوششون نمیاد. ولی شهروند ساده علارغم اون چیزی که فکر میکنید در شبهای بازی نقش داره. شهروند ساده ها تو شب نقش ایفا میکنن بدون اینکه بیدار شن. چیکار میکنن؟ صبحش برنامه‌ریزی میکنن، انقدر خوب به عنوان شهروند تحلیلگر دغدغه‌مند خودشون رو غالب میکنن به بازی که شعبده باز مافیا اونا رو شب به عنوان شعبده خودش انتخاب میکنه. با این نقش آفرینی در شب به همه تیم شهروندی 6 نفره نقش دارشون شامل کاراگاه، دکتر، حرفه‌ای، محافظ، تفنگدار، اوشن فرصت اینو میدن که از نقش خودشون به راحتی با دستان باز استفاده کنن. پس شهروند ساده خیلی نقشش مهمه و پوینت مثبت هم توی تورنمنت داره اگر بتونه شعبده رو حروم خودش بکنه. شعبده باز یکی از نقشای کلیدی مافیاست و دو تا شهروند ساده گذاشته شده توی این بازی برای اینکه بتونن این شعبده رو به نفع شهروندا خراب کنن. ابیلیتی شبشون اینه، پس بدون ابیلیتی نیستن در شب. نقشتون رو جدی بگیرید. سر صحبت کی میخواد باشه؟ خشایار ابتدای صحبت، تاها انتها بفرمایید. اجازه هست؟ به نام نامی الله. سلام دوستان، خشایارم و خیلی خوشحالم که در کنارتونم. آقا بالاخره که بازی باید از یه جای شروع شه، بیاین یکی در میون من شماها رو تارگت کنم. مثلا من مریم رو کاور میکنم، حامد رو تارگت میکنم، تو رو کاور میکنم، تاها رو تارگت میکنم، شما رو تارگت میکنم، خانم پروانه رو کاور میکنم. روی این برایند بخوام ببینم کجا میخوایم بریم دیگه. ولی من حامدو خیلی ناراحت کننده توی این بازی مشکوک دارم. خیلی سلام عرض میکنیم به همه عزیزان و دوستان. سیامک هستم، خوشحالم که در کنارتون داریم یه بازی میکنیم و ایشالا یاد میگیرم ازتون. من چیز خاصی از شما در نمیاد، یعنی الان بخوام تارگتم بهت بزنم فکر نمیکنم چیزی ازت در بیاد، چون یکی در میون تارگت کردی. یه لحظه اینجا منو باید برعکس میگفتی، من باید کاور میشدم، خانوم تارگت، شما منو تارگت کردی، خانومو کاور. فعلا حالا بهت موضع میدم، یعنی حالا با صحبتاتو میشنم، امروز معارفه است، تارگت میزنم به خانوم، آقا و خانم. سلام، پروانه بازیم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم، امیدوارم بازی بسیار خوبی باشه. یه تارگت به شما میزنم، یه تارگت بغل لستیتون رو میزنم که منو کاور نکردش، منو کاور کرد، شما رو تارگت کرد. یه تارگت به آقا هادی میزنم و شما بچر. درود بر همه، شبتون خوش، مصطفا هستم. شما که فقط بغل دستی و دوتای روبروی تو میبینی، تارگت اول من هست. آقای سیامک، شما هیچکی رو تو بازی ندیدین، میخواید حسی بزنید، لااقل یه دونم اون گوشه بزنید. فقط دوتای روبرویتون رو میبینید و خانم بغلیتون رو. شما یه مافیا هستین تو این بازی. شما هم یه جوری تارگت زدی که انقدر ما گیج شدیم که فکر کنم خودت نتونی الان تارگتاتو دوباره تکرار کنی. اما اینکه شما باز توجه کردید به این ریتم و دوباره متوجه شدید که خودتون تارگت کاور اشتباه شده، یه فکت دیگه مافیا روی شما میشینه. سلام دوستان، هادی هستم. من یه تارگت میزنم به شما، حالا تارگت یه خط درمیونتون رو متوجه شدم ولی کاور یه خط درمیونتون رو متوجه نشدم. یه تارگت هم شما، یه تارگت اسی هم به لیلا خانم، یه دونم به آقا امین هستی. سلام دوستان، مریم بازیم، خوشحالم باهاتون بازی میکنم. ببین از سر صحبت خشایار، کاوریات قشنگ نبود، تارگتاتو میزدی منطقی تر بود به نظرم، ولی با فوکوس روی حامد شاهرزا هستم، یه تارگت به حامد شاهرزا میزنم از این سمت. آقا شما یک دلیل مافیایی دیگه اینه که ناراحت شدی که چرا خشایار شما رو کاور نکرد و بغلی رو کاور کرد. شما اصلا بعد مستقیم میرفتی در خونش به خاطر کاوریایی که انجام داده و شما برای من باز مشکوکی، چون فقط سیامک رو دیدی. داری میگه شما راجع به بقیه صحبت نکردی ولی شما هم راجع به بقیه صحبت نکردی. بسم الله. سلام دوستان، من امینم، مخلص همه، انشالله که بازی خوبی بشه. آقای خشایار، من شما رو مافیا دارم، چون شما فکت بغل دستی تو میاری اما تارگت بهت نمیزنه، بهش نمیزنی ولی سه تا تارگت اینور خرج میکنی. شما نصف ترت راجع به ایشون صحبت کردی ولی نه از تارگتاش نه از کاوراش هیچی در نیاوردی. این یک. دو، شما، من به شما هم میگم مافیا، درسته؟ من شما رو مافیا دارم، خانم من به شما میگم شهروند، چون ذهنت با من یکیه، دقیقا همون چیزی که من دیدم و شما دیدی. من یه شهروند دارم و دوتا مافیا. تا
سلام علیکم، صبحانم، خیلی خوشحالم که دارم باهاتون بازی میکنم. افتخار بازی کردن با دوستان رو به غیر از سیامک عزیز نداشتم. افتخاری است در کنار شما و در اینجام بودن. خب اگر نفر اول صحبت نمیکرد دوستان چی میخواستید بگید؟ این میز من بین این ستا چه بشی دیسلایک میدی الان؟ ببین من تو این ستا یه مافیا در میارم. بلند شده گفته کاور تارگت، کاور تارگت. آقای کاور، خانم کاور، مافیاست یا شهره؟ شما شروع مشکوک خوندی، شما چی؟ شما لک و دیسلاکات باشی یکیه. من به شما یه تارگت میزنم. هنوز اعلام موزه نکردی، نگاه میکنی ببینی دیس میده بعد دیس میدی، نگاه میکنی ببینی لایک میده بعد لایک میدی. تو که نمیدونی اون چیه، ولی تو یه مافیا در میای از اینجا. سیامک رو همتون تارگت کردین، درست گفت؟ گفت نگاه کنین، گفته کاور تارگت، کاور تارگت، تارگت کاور. سیامک به این نکته ایراد گرفت که باید همون روند خودشو ادامه بده. میگفت کاور تارگت، ولی گفته تارگت کاور. شما حتماً در آورد. رفقا عرض ادب حامدم، خیلی خوشحالم تو جمعتون دارم بازی کنم. امیدوارم که بازی قشنگی بشه. ببین براینده خشایار باید مشخص شه، چون ببین یه بخشی حرفش مشکوکه. حالا 4 تا تارگت زده قشنگه، 4 تا کاورت زشته. خب کسی که کاور میکنه 3 تا کاور فرقی نمیکنه، کسی که تو روز بلاین کاور میکنه آز چش باز کردن میذاره. خب ولی حالا شاید یه کار قشنگی کرده باشه که فردا خودت راجبش صحبت بکنی. از اون طرف شما ذهنت بسته بود، ولی از اینجام داری تارگت کش میشی. خب من اون موقع که صحبت کردی اصلا کلن مافیا بودی برام، ولی اینجا که داری تارگت کش میشی، خب من فردا خیلی دوست دارم ببینم اینا بهت هنوز تارگت میزنن یا نمیزنن. براینده اون فردا مشخص میشه. مریم حرفاش به قول این دوستمون برای منم شهروندی بود. خب شهروندی شهروندم، اصلا سمت من نیا، چون من قطعی شهروند بازیم. دیتام هم توی روز میبینین همه از رفقا. سلام، من آریانم، به احترام شهر وای میستم. خیلی خوشحالم دارم با تو مافیا بازی میکنم. یه خبر خوب دارم برای شهروند، من مافیا نیستم. یه خبر بد دارم برای مافیا، من مافیا نیستم. یه دقیقه گوش بدیم به من. اینجا که لوکیشن مافیای نوآت. رفیق تو رو صحبتای اون پلیر داشتی لایک میدادی وقتی به این پلیر تارگت نزده و گفته مشکوک دارم. اون پلیر پاشده گفته با تو کاری ندارم، منو تارگت کردی. کاورش هم تو تارگت کردی، باید به این پلیر تارگت میزدی. یعنی اصلا مسیر نداشتی که به این بگی فردا. تو خیلی مشکوکی، اون آبم تموم کردی. به نظرم یه آب سفارش بده. شما به شدت مشکوکی، شما هم مشکوکی. از موقعی که بازی شروع شده 4-5 بار پوزتو عوض کردی، همون که لایک و دیسلایک هم متناقض بود. اینجا لو که شما حامد برند تورم دوست نداشتم. روز بلایند داره تارگت کش میشه، خیلی خوب. اینو بعد فردا ببینی چی میشه. نه بعد بگی بس یاد داره تارگت میکنه. ببین خودش الان دوباره لایک داد. پس اینجا قطع به یقین مافیا نشسته. نکست باشه. سلام دوستان، لیلای بازیم، امیدوارم که بازی خیلی خوبی بشه. ببینید نفر سر دست من میذارم روی این حساب که خواستن یه ترپ بندازن ببینن کیا سوار این موج میشن. نفر دوم به یه فکت عجیب غریب با توضیح میدن که وقتی زنگ میخوره تازه تارگت مشخص میکنن. یعنی من نفر دوم آقای سیامک باید باشن احتمالا. آقای سیامک رو مشکوک دارم، از این طرف آقا رو مشکوک دارم. یعنی فردا سلکتیو بین اینایی که تارگت که یعنی روی این موج سوار شدن فردا برایم دارم. ولی من شما رو تارگت میکنم و آقای شاهرزاری که روز بلایند دقیقا من موافقم، دیسلایک هم دادم همون موقع روز بلایند، هیچ کی هنوز یارشو نمیشه. پس این فکت رو نمیتونیم بیاریم. مرسی. خب سلام دوستان، تا هم عضو کوچیک جمع، خیلی لذت میبرم از بازی در کنار شما عزیز. و از اینجا شروع کنم. آی خشای، شما علنا راجع به 6 نفر صحبت کردی و به نظر من دست تو برای روز اول بازی باز گذاشتی که از 3 تا عقب بکشی 3 تا دیگه بزنی و اینا. این از شما فعلا مشکوک. خانم پروانه هم مشکوکه، چون موظف تونست خودش رو راجب دوتای قبلش صحبت کنه و به جفتشون تارگت بزنه که یکشون کاورش کرد یکشون تارگتش کرد. اونور آقای امین، به نظرم شما ذهنت ساید بندی داشت تو بازی، یعنی تاکید داشتی که شما شهروند منی، شما مافیای منی تو بازی. کسی که ذهنش ساید بندی داره و اینا به نظر من هم مشکوکه. این 3 تا تارگت منه، یکی خشایره، یکی خانم پروانه، یکی هم آقای امین. ممنونم، صحبت های روز ناآگاهی رو شنیدین. بریم برای شب معارفه. ماسکاری صورت، بله تو شب فقط نظیر ماسک خفه میشه. ماسکا خوب روی صورت، به صندلی‌ها تکیه بدن همه لطفا. هادی از پایین ماسک به صورت بچسبه مقداری، متشکرم.
اولین رویارویی اعضای مافیا بیدار، صاحبان کارت‌های قرمز همدیگر رو پیدا کنن، با هم آشنا بشن. معرفی میکنم: آل کاپون نفر اول، رئیس مافیا، بمب‌گذار نفر دوم و شعبده باز نفر سوم. فرصت شور و مشورت برای اعضای مافیا با هم، سناریو چینی، برنامه ریزی. بخوابن مافیاها. بقیه نفراتی که معرفی میکنم فقط کافیه لایک بدن، ماسک از صورت لطفا بر ندارید، با کمترین سر و صدا لطفا. دکتر شهر لایک، متشکرم. کاراگاه، مرسی. حرفه‌ای، متشکرم. تفنگ دار، ممنونم. محافظ، مرسی. اوشن، ممنونم. دو شهروند ساده، فقط لایک. متشکرم. و زودیاک، قاتل سریالی مستقل بازی، متشکرم. بالا من روز خواهد شد. 5 4 3 2 1 اعلام روز. چشم ها باز. سر صحبت همون آقای خشایار. این دفعه به تاها که برسیم رأی گیری هم خواهیم داشت. هر کس یک تایم صحبت داره و یک تایم چالش. بفرمایید. لطف کردی، خیلی متشکرم. خب ادامه بدم. ببین آقای آریان، شما باز اعلام موزه نکردی راجب آقای خشایار، یعنی در طی صحبت های خودت اعلام نکردی آقا رو شهرداری یا مافیا داری. چرا همه لایک و دیسلایکات باز با آقا یکی بود؟ من به هر چیزی که لایک دادم همونو ادامه دادم. سیامک برگشت گفت تو باید به من میگفتی تا کاور، به اون یکی میگفتی تارگت، من به این حرفش لایک دادم، در صحبتام به اون اشاره کردم. ببین یه موجی از اونجا شک گرفته دیگه تو روز بلایند. روز بلایند آقا درست گفت، گفت باید فردا برایندشو پیگیری کنیم. تو بلند شدی به این آقا تارگت میزنی به همین علت. میگی چرا به اون میگی باید فردا برایندشو تکرار، این که همینه گفت که. بعد تو لوکیشن مافیا میذاری اینجا، چه راجب اونجا نظر نمیدی، چه راجب این میز نظر نمیدی. لوکیشن مافیا یهوشو دو نفر قبلی خودت، تو ذهنت بسته است، تو مافیا بازی هستی. ببین حامد شاهرضا قبل از دیالوگ فردا مشخص بشه واسه من خیلی مافیا بوده. خب چون شما دوتا راجع به این قضیه بولد صحبت کردید فقط تا اونجا، یعنی این شکلی بوده که این داره تارگت کش میشه، منم این شکلی بودم. خب کسی که اینو ندیده حتی اگه چه یاراش باشن چه نباشن، ولی گفته فردا برایندش معلوم میشه، پس از اینجاها در میاد. رفیق من اسمم خشایاره، این رفیق اسمش سیامکه. در جریان این قضیه تاها اینه، آره چون احساس کردم اشتباه تارگت زدی. حالا کار تو خیلی واسه من عجیبه. ببین من سر صحبت پاشم 3 نفر رو تارگت کنم، راجع به بقیه صحبت نکنم، انگار بهشون تارگت نزدم، پس انگار واسه هم شهروندن دیگه. من از هر روزی فردای روز بلاین میتونم در بیام بگم. خب چالش کسی میخواد؟ بفهم. تشکر میکنم. ببین آقای صبحان، شاید تو روز بلاین در من کمی مشکوک بودی، ولی الان برای من خیلی مشکوکی، به خاطر اینکه شما چالشت رو سر دست گرفتی، به عنوان یک شهروند حتی ذره ذهن چرخنده نیست دو تا تارگت دیگه بزنی. تو روز بلاین فوکوست رو خشایار بوده، الان هم فوکوست رو خشایاره. مگه میشه یک شهروند فقط یک مافیا داشته باشه توی این بازی؟ اصلا غیر ممکنه. شما برای من به شدت مشکوک این بازی هستی و نمیپذیرم. تاها برایندت برای من قوی نبود. پروانه اومده دو نفر قبل رو تحلیل کرده، به عنوان نفر سوم باید چه میکرده؟ تو بودی چیکار میکردی؟ خب ببین من سوتی ندادم، خب ولی یه مقدار در زمان بندی زیاد راجع به ایشون صحبت کردم فلان اینا. زنگ گذرد فقط 3 تا تارگت زدم. من این جای بازی به کسایی که به من تارگت نزدن کار دارم، چون آدز چشم باز کردن با من گذاشتن. آقا صبحانم فکر میکنم یه لپی کشید. حالا من فعلا این دو عزیزو
زیر نظر دارم و شما، به خاطر همین صبحان یه ذره عقب میگیرم. شما یه جایی اینجاها داشتن راجع به این که من اینو گفتم، اینو یه دیسلایک ازت دیدم راجع به من، ولی بعدش که رسید منو کوبیدی. من انتظار داشتم بلندش اینجا الان من دفاع کنی ولی منو کوبیدی. چالش میگیرم ادامه صحبت. ببین تاها، من جزء نفرات سوم بازی هستم و وقتی بلند میشم باید اتفاقا در مورد دو نفر قبل خودم اظهار نظر کنم. بابت چی اظهار نظر میکنم؟ آقا کاوری میکنه، من کاوری آقا رو دوست ندارم. آقا ایشون که منو کاوری کرده رو کار نداره، میگه فردا بازی در میاد ولی به من تارگت میزنه. خب این بازی میشه زد و نقیص. خب اینجای بازی یه چیزی در میاد، من فعلا همچنان رو جفت تارگت هم هستم تا مشخص شه. من بیشتر به شما مشکوکم تا آقای اسمتون آقای خشایار، اونورم به شما مشکوکم، به ایشون و شما به چرم. آقای صبحان، من متوجه نشدم شما بلند شدی الان حرفای منو گفتی، این دو نفر رو تارگت کردی یا نکردی؟ ایشونو تارگت کردی؟ خب خانم لیلام که همین صحبتی کرد، چرا اونو تارگت نکردی؟ خب میشه دیده انتخابی دیگه. پس اگه شما مافیا باشی، خانم لیلا یارت مثلا این شهرونده، یا برعکس. درود مجدد آقای صبحان. روز اول خطی این ور زدی، الان در مورد هیچ کدوممون صحبت نمی‌کنی؟ با کدوممون چشم باز کردی داداش؟ من یار شما مستقیم به شما تارگت میزنم. آقای صبحان یک مافیاست که اصلا یادش نمیاد روز بلند چی کار کرده. بین ما ستام یه مافیا پیدا کنید. این از آقای صبحان و یارش. از اون برم خانم پروانه، من یک لرزشی توی صحبتهای شما میبینم که تو این چند دستی که با تون بازی کردم نایده بودم اصلا. به نظرم شما مافیای سومید. یعنی در واقع الان برای من تقریبا بازی یکم رو شده. ببخشید آقای هادی و خانم پروانه و آقای صبحان، من سه تا مافیا هم اینجاست. در مورد زودی هاکم که الان خیلی زوده صحبت میکنم. خب من برخلاف شما خانم پروانه رو زیاد روشون نیستم، یعنی نسبتاً، ولی رو شما خیلی هستم. شما فرض گذاشتین که کسی باهاتون چش باز کنه، یعنی خودتون مافیا دونستین. شما اتفاقا من دور بلایند به ایشون تارگت زده بودم، از ایشون دندقه میگیرم، شما رو قطع مشکوک دارم که دارید با آقا صبحانم داره با شما بازی میکنه، سر دستم بلند میشه چالش میگیره، این طرف هیچ نگاهی نداره با آقاریان صحبت میکنه، روی صحبتش با آقاریان، چالشش هم برای من بیمورد بود. من بین شما و آقای صبحان و خانم لیلا قطع مشکوکم، مطمئنم دوتا مافیا در میاد. خب من میستم دوباره، چون استاده به نظرم احترام جمع بیشتر برام حفظ میشه. ببینید آقای مصطفی، شما دروغ وارد بازی کردی. من آقای صبحان تارگتمه، ولی اینجا را اصلا تارگت نکرد آقای صبحان. آقای صبحان یک تارگت تو روز بلایند به آریان زده و خشایار، و فوکوسش امروز رو خشایار بوده. شما به آریان زدی و خشایار، و اصلا کاری به این تیکه نداشتی. و شما دیالوگ صد مافیایی گفتی، گفتی بین ما سه نفر یک مافیا مشخص میشه، شما موظفی مافیای بین ما رو پیدا کنی. و آقای سیامک، شما همچنان مشکوک بازی هستی. به چه دلیل؟ به این دلیلی که شما خودت آدز چشم باز کردن که آقا هادی گفتن رو من میپذیرم. و شما یک نکته دیگه که داری، تارگت های روز بلایندت رو فقط و فقط روی آقای با هیچ برخوردی با آقا صبحان نداشتی، و تارگت های روز بلایندت که من بودم و پروانه فراموش کردی. خب ببین خانم، من شما رو شهروند دارم. خب من یه توضیح دادم، گفتم که اینجا کسایی که به من تارگت نزدن روز قبل مافیا میشن، چون من خودم گفتم آقا من تایم کم آوردم، سه تا تارگت همینجوری زدم بدون هیچ فکتی. نفر قبل که یکی در میون کا تارگت کاور کرده بود، من بلند شدم سه تا تارگت فیلینگی زدم. آقایا و آقایی که چش باز کردن آدزشو گذاشتن که به من تارگت نزدن، میگم مشکوکن. آقا بلافاصله که من تارگت زدم بهش، تارگت بک داره منو میکوبه، صد داره منو میکوبه. شما باید با اون بغلی کار داشته باشی، یه تارگت بذارم اینقدر درد داشت. من آقا رو شدید مافیا دارم، صبحانو گفتم مشکوک، ولی چون من آریانو مافیا دارم فعلا این جنگو دارم نظاره میکنم. حالا آقای سیامک، شما همچنان به آقای خشایار هیچی نمیگی، یعنی برایندش برای شما در نیامده.
آقای هادی بغل دستید گفت از این میز یک مافیا در میاد و اعلام کرد، گفت هادی، آقای سیامک و یه دونم سبحان بود، درسته؟ من سبحان رو ندارم، اما آقای تاها من دنبال سایت بندی نبودم، یه پلیر اینجا پاشده گفته اینجا قطعی مافیا است. اون پلیر هم که سه تا تارگت معرفی کرده، سه تا کاور، من کدوم سایت رو معرفی کردم به شما که میگی اینجا سایت هست؟ من انتظارشم شما چالش بگیری اینو ببینی ازش، چون شما اینجا سایت معرفی کردی، درسته؟ من تارگتامو تارگتای مشخصی اعلام کردم، دو تا مافیا معرفی کردم، یک شهروند. من همچنان به شما میگم مافیا، به شما و سومی هم میتونه آقای تاها باشه. چالش بگو عزیزم. ببین آقای صبحان، خانم مریم، آره شما یادتون نیست ولی من یادمه، آقای صبحان آخر جملهش گفت این ور خطی سه نفر اینجا دارم و تارگت زد. خودش لایک میدی به من یا دیسلایکه؟ اون موقعی که خانم مریم داشت میگفت دیسلایک دادی، الان که من دوباره دارم روی این تارگت تاکید میکنم که بقیه یادشون بیاد دیسلایک میدی، وقتی که من ازت سوال میکنم لایک دیسلایک با هم میدی. پس شما یک عملیاتی اینجا انجام دادی که خودت داری لایک و دیسلایک میدی. خانم مریم، من گفتم بین ما سه تا یه دونه بقیه پیدا کنم، خودم پیدا کردم، گفتم آقای هادی. کجای کارم اشتباه بود؟ نه درست میگه، من گفتم تو اون سه تا مافیا در میارم، نگفتم سه تاتون مافیاین. پس به این لایک میدم، ولی نگفتم سه تاتون مافیاین، به این دیسلایک میدم. خانم که میگه نه دروغ وارد بازی کردی، دیسلایک میدم، چون راست گفتی تو. من گفتم از بین شما سه تا یه مافیا در میارم، یه چالش گرفتم، تارگت فورسمو کوبیدم. جالبه تارگت فورسم تارگت نمیخوره، من دارم میدم، منو دارید میدید بیرون، پس قطع مافیاس آریان. اوکی، چون من که میدونم من شهرم، فکتش هم همینه. سردست بلند شده تارگت 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 تارگت. ببین حتی سیامک هم به من تارگت زده ها، تارگت 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 تارگت، خانومم تارگت زده به من، فقط آقا منو کاور کرده دیگه. پس ما دو تا مافیاییم دیگه، حله مصطفی، ما دو تا مافیاییم. دیسلک اونجا مافیا تویی، هادی نیست، با اینکه هادی خیلی به نظرم مشکوک بازیه، آریان قطعی مافیاست. بچه راجب سیامک من گفتم شهر دنده آقا. فقط یه نکته، من راجب خشیار هیچ وقت نگفتم تارگت من. هیچ وقت. چالش من صحبت کنم دوستان. ببینین اینجای بازی فقط این دوست داره تارگت میخوره از اینجا، پس من میخوام خلاف جهت بازی کنم، بگم خشایر و پروانه مشکوک ترن، باید بیشتر تارگت میخوردن. اول دست مثلا حامد شارزا، من تو انتظار داشتم که اون چالش خانم مریم رو ببینی، که یه چالش گرفت، یه پلی رو کاور کرد، به اون آقا گفت دیگه تو قطعی مافیایی، پروانه هم کاور کرد، گفت پروانه هم کار درستی کرده، راجع به قبلی صحبت کرده، به منم یه تارگت زد، یه چالشش رو علنا صرف کاور کردن دو نفر دیگه کرد، ولی هیچ کس این حرکت رو ندید تو بازی. خانم مریم به نظر من مشکوکه، شما هم همچنان مشکوکی برای من. اینجا من به خشایر همچنان مشکوکم، چون راجع به یک دونه از اون تارگت کاوریاش فقط صحبت کرده تا الان. دوستان یه دقیقه گوش بدین، آقای مصطفی دوستان کو کلیش مشکل داره. شما می‌خواستم راجع به ایشون صحبت کنم. اون آقا دیروز بازی بین شما دوتا تارگت داشت، شما رو تارگت داشت، بعد امروز به شما هیچی نمیگه، به خانم پروانه تارگت میکنه، خانم پروانه هم داره شما رو تارگت میکنه، پس شما باید شهروندش باشی دیگه. چی شده؟ شب شده؟ صبح شده؟ داره میگه تو شهروند اون مافیاست. خب و اون آقا چرا به این ور کار نداره؟ چرا تو دعوای این ور شرکت نمیکنه؟ اصلا کلا اون آقا خیلی باگ داره. اولش میاد میگه تو این سه نفر، تو این دو تا بغلیای من مافیاست، نه هادی مافیاست. اصلا خودش نمیدونه چی میگه، ذهن پراکنده داره. میگه مریم چرا هی این ور اون ور داری میکنی؟ من خشایر رو شهروند دارم، اون آقا رو مشکوک دارم، اون داداشو قطعی مافیا دارم، بین اون داداش و ایشون یه دونه مافیا باید باشه. خیلی بعید میدونم یه زرگری اینجا را افتاده باشه، احتمال میدم ایشون شهرونده باشه، اون مافیا باشه. چالش کسی میخواد؟ قشنگ صحبت کن. ببین فکتی که راجع به آریان میاری نصفه میپذیرم ازت، یعنی هر کسی که به تو داره تارگت میزنه همینجا باید دنده عقب بگیره. چرا؟ چون اگه تو مافیای بازی بودی حداقل دو نفر دیگه باید آریانو میکوبیدن دیگه. پس من این آقا رو مافیای بازی ندارم، ولی آریان من خواستم بعد تو صحبت کنم، حالا حرفاتو میشنوم، فردا راجع به دسار نظر میکنم. این آقا از نظر منم توی این بازی مشکوکه، ولی ببین تو دیروز پارو رو زدی روی من،
امروز من نمیفهمم، تو فقط تو هیچ فکتی برای مافیای من نداری، هیچ علاقه ای هم نداری به این قضیه، فقط دوست داری به من بگی مشکوک. یعنی خانم پروانه دو نفر لایک میدن به حرف به اسم من، همه دارن دیسلایک میدن. تو حالا این آقا چی شد؟ وقتی روز خراجت گفتی این آقا مشکوکه دیگه، ولی نه لایک نده شما. به نظرم تو هم شهروند داشت، تو هم شهروندی، من چارش نگرفتم تا اینجا ببینم همه چی میگن. داداش ای ساید میخوای بندی، باید بگی بین این پلیر و اون پلیر یه مافیا، این دوتا که با هم دیگه لاکشون یکی شد، به هم دیگه رسیدن. حامد مشکوکه داداش، تو صحبتت بیستت گذاشتی مافیای من، با این به این لایک میدی رو صحبتی که گرفتم چالش گرفته بود، بعد پاشیدی گفتی نمیدونم چی، بعد خود فهمیدی گفتی نمیدونم چی، به این گفتی چون به آیان تایزری باتکای ندارم. تو همچنان مشکوکی، تو هم تا اینجا دیروز روز بلایند این دیسلایک من میدم با من رو صحبت من رو روی حرفایی که زدم اینجا فکر نمودم لایک میدادی، رو صحبت خودش دیسلایک دادی، امروز سر تو پاشیدی لایکت برخلاف من بالا بود. خشایارم به نظرم مشکوکه. نمیدونم از ذهنم زرگی جه، ولی میدونم به نظرم تو میتونی شهروند باشی، چون تو بیشتر از اون تارگت خوردی، اون کمتر تارگت خورد. اینجاشو با طرفت موافق نبودم، این پلیر بیشتر تارگت خورد. بچرخه چالش، شما چالش میخواین؟ چالش میخواین؟ خب آقا مصطفی شما نبودی، راجب صحبت شد، من میخواستم یه نکته بگم. دور بلایند هم آقا سبحان هم آقا حامد گفتن اینجا من میبینم که آقا سیامک زیاد تارگت زدن، اینجا لوکیشن مافیاییه. اینو بیشتر آقا حامد گفت تا آقا سبحان، که اینو شما اشاره کردید. بعدم بحث این بود که ایشون اعلام کردن دروغ وارد بازی میشه. یک دو آقا سیامک، ما آخر نفهمیدم، یه جا ایشون لایک میده که من مافیام، یه جا الان ایشون اعلام میکنه که آقا مصطفی مشکوک لایک میدی. اینو من متوجه نشدم، دو تامون مافیا این دو تامون متوجه نشدم، زد و نقیضتون رو امیدوارم توضیح بدین. ضمن اینکه اینجا گفتین نظاره‌گر بین این دو تا، هم یه توضیح هم بدین. خب ببینین دوستان، آقای حامد شاهرضا، من آقا رو شهروند میبینم، ایشون از ایشون میخوان که منم مافیا بدونم، میگن دیدت سلکتیو. اتفاقا من ایشون رو هم ایشون رو شهروند دارم هم ایشون رو، اما شما رو مافیا دارم که میخوای نظرها رو به من جلب کنیم. بعد دو نفر اینجا، فکر نمی کنم سایت شهروندی باشه، احتمالا سایت بینشون وجود داره. چرا؟ چون زمانی که اسم ایشون میاد همه میریزن روی آقای سبحان، آقای سبحان رو بولد کنن، آقا فراموش بشه، در صورتی که آقا بلند میشه میگه اسم من زیاد میگه، اصلا معتقد نیستم که اسم شما زیاد اومده. یعنی من معتقدم اینجا سایده که فکر میکنم مافیای شما باشه. البته یه چیزی هم بگم، اسم شما هم زیاد نیومد، برایندی هم از شما ندیدم. یعنی گفتم فردا اگر که مشخص بشه سلکتیو انتخاب، کسایی که سلکتیو انتخاب کردن، فردا برایندشون مشخص بشه که اصلا اسمی از شما نمیاد، شما هم اسمی از تارگت کاوریاتون نمیاری. مرسی. چالش بزن پروانه صحبت. آقای مصطفی، من به خاطر یه مشغله فکری که دور از بازی هستش استرس و اعصاب خردی دارم، این سوای بازی، حالا جریان بازی مهمتر. لیلا شما تارگتاتون کیان؟ آقا؟ آقای؟ خب این آقا با این آقا تو بتله، خب تو نمیتونی الان این آقا رو با این آقا تو باکس بذاری، تو یه باکس بذاری، بین این دوتا که یکی در میاد. آقای تاها، من با آقای خشایار توی سایت نیستم، اصلا منو با ایشون توی سایت قرار ندید، من خودم به ایشون تارگت زدم. خانم پروانه، اول راجب شما بگم، من تا اونجا که یادمه تو ترنتون گفتیم من این آقا رو بیشتر مشکوک دارم نسبت به این آقا، بعد الان گفتیم که من به این تارگت زدم. زد و نقیز ذهن شماست به نظر من. یه چیزی که خیلی عجیبه، ببینین، همه داریم میگیم به نظرم اون آقا شهرونده، ولی هیچ کس به این پلیر یه تارگت نمیزنه تو باز. مثلا چه مافیای بدی ان اینا، یه پلیر گیر نیاوردن که یه شهروند باش بخورن فردا اونم بدن بیرون. خیلی راحت بازیه، فکت لایه که بازیه، یه شهروند بخورن فرداش بگن داداش تو برو بیرون از بازی، این دو روزشون رفته جلو. پس من به هیچ کدوم اینایی که اینجا نشستن نمیتونم اعتماد کنم، چون حامد شاهرضا هیچ نظری نمیده این واسه، میگه تو به نظرم شهروندی ولی فعلا اینم برای من فلانو از این حرفا. خانم لیلا میگه شما مشکوکی، آریان به نظرم شهروند، شما هم شهروندی. خانم لیلا مشکوکه، اینجا خیلی بومیاد تو بازی.
ممنونم. صحبت‌های روز اول بازی رو شنیدیم. 12 نفر تو بازی هستن با 6 رای و بیشتر کسی وارد دفاعی امروز میشه. از سر صحبت که آقای خشایاره شروع خواهیم کرد و به تاها خواهیم رسید، حواستون باشه از رای گیری جا نمونید. بریم سراغ رای گیری. خشایار 1، سیامک 7 داخل دفاع، پروانه 2، مصطفی 6 داخل دفاع، هادی 2، مریم 1، امین 0، سبحان 1، حامد 1، آریان 3، لیلا 0، تاها 1. دو نفر دفاع میکنن، اول آقای سیامک بعد آقای هادی. کی بود؟ مصطفی. آره آقا هادی میترسید بیاد تو دفاع. خانم بیر، من به شما میگم مافیا. ببین الان شما اومد اینجای بازی، از اون ور بتل بود اومدی روی من. من با 7 رای میام بالا. ببین من یه بار توضیح دادم، شهروندا گوش کردن، اونایی که باید دندقه میگرفتن گرفتن، اونایی که نگرفتن خب برای من میرن تو بتل دیگه. آقا رو من با شهامت میبینم، هنوز نمیگم سفید یا سیاه، من بهت گفتم مافیای فلانی، بعد دیدم نه تو اگه مافیا باشی من برم بیرون سایدم بخونم، اون وقت میری لای در. من فعلا به آقا میگم مافیا، به آقا میگم، به خانم میگم مافیا، و آقای آریانی که الان اینجای بازی حداقل من شنیدم 3-4 نفر بلند شدن گفتن آقا تارگت نمیخوره، آقا نمیدونم مشکوکه، آقا فلانو، با 3 رأی. من که شهروندم، حالا نمیدونم، من مافیام مقابلمه و ایشالله که بره بیرون، اگه اینکه مافیا احتمالاً پوش کنه منو برم بیرون، ولی اگر من رفتم وصیتم آقا، خانم و آقای آریان. سیامک شما تو طول بازی به من اصلا حرف نزدی، الان که من باهات اومدم توی دفاع و یارا تونستن منو در کنار شما بیارم بالا، تازه منو خلق کردی. کجای بازی به من تارگت زدی که الان تارگت فورست میشم من؟ ببینید دوستان، خیلی بازی ساده است. یک نفری اومده تو رأی‌گیری، بقیه منو به زور با رأی مرزی آوردن توی دفاع. نکنه رأی بدید. دقیقاً کار اشتباه الان اینجا اینه، کسی که نفر دوم اومده توی دفاع به زور مافیا و به همراهی زودیا که احتمالاً داره از شهر میره بیرون، به خاطری که چی؟ من زیاد با شما بازی نکردم، هیچ کدومتون رو نمیشناسم به جز آقا هادی و یه مقدار خانم پروانه، و الان لقمه روز اول شدم. اشتباه نکنید. بعدن شما پلیرهای خوب، ببینید من که ضعیفم و تو دفاع اومدم، شما پلیرهای خوب میافتید به جون هم دیگه و نمیتونید کمک بگیرید از بقیه بازیکن‌ها. قطعا دستتون تو جیبتون باشه. ممنونم. به خواب نیمروزی میریم. دو نفر داخل دفاعی هستن. ماسکاری صورت. دو نفری که داخل دفاعی هستن حق شرکت در رأی گیری ندارن. بقیه فقط میتونن یکی از این دو گزینه رو انتخاب کنن، یا به هیچ کدوم رأی ندن در صورت تساوی، یا هر دو صفر هم به قید قرعه یکی میره بیرون. کسایی که به نفر اول آقای سیامک رأی میدن دست بالا. دستا رو بندازین. کسایی که به نفر دوم آقای مصطفی رأی میدن دست بالا. دستا رو بندازین. از خواب نیمروزی برمیخیزیم. نتایج رأی گیری. نفر اول آقای سیامک 7 رأی، آقای مصطفی 2 رأی، آقای سیامک وصیت. خب ببین اشکال نداره، من گفتم بعد از من حتما تارگت های من رو پیگیری کنین، و اینکه من فکر میکنم مسیر درستی رفتم. من به صبحان میگم شهره، به شما میگم شهره، به خانومم میگم شهره، و اگر مثلا میگم بین اون 3 نفری که گفتم، حالا بالاخره من شهرم دیگه، آگاهی که ندارم، اگر مافیا فرق داشته باشه بین تاها و حامد میتونه باشه. بسیار خوب، به شب شماره 1 بازی میریم با 11 نفر. ماسکاری صورت شب میشود. ماسکاری صورت کل اعضای مافیا بیدار،
فرصت شور و مشورت، شات به دست آلکاپون یا اولین مافیای نقش داره بعد آلکاپون. همه لطفاً به صندلی‌هاشون تکیه بدن. شات. بمب‌گذاری در همین شب اول داریم آیا؟ تصمیم با شخص بمب‌گذاره. کد خنثی‌سازی بمب. انتخاب شعبده باز. شورا مشورت نهایی مافیا با هم. بخوابن اعضای مافیا. دکتر شهر سیو. نجات امشب. کارآگاه استعلام. حرفه ای شات. تفنگ دار. تفنگ. اوشن. اجتماع شهروندی زیر پوست شهر رو کلید میزنیم. شهروند نسبتا قطعی برای خود دست و پا کردیم. نفر یک دست جلو. کف دست کسی رو که تاچ میکنم از حالا به بعد در اجتماع اوشنی عضوه. دستا رو جمع کنید کل یاران اوشن. بیدار. شور و مشورت. بخوابن یاران اوشن. نفر یک دست جلو. کف دست کسی رو که تاچ میکنم فردا حامل سلاحه. از شروع صحبت اولین نفر تا پایان صحبت آخرین نفر میتونه به دلخواه از اسلحه‌اش استفاده کنه. دستا رو جمع کنید. فرد صاحب اسلحه شده لایک. متشکرم. بالا من روز میشه. 5-4-3-2-1 اعلام روز. شش پا باز. گزارش بقایه شب اول بازی. بمب گذاری داریم. بمب جلو آقای صبحانه. ببینیم تا پایان روز چه اتفاقی برای صبحان، برای بمبی که جلوش کار گذاشته شده و برای محافظ احتمالی اگر تو بازی باقی مونده باشه میفته. آخر روز بهش میرسیم و خداحافظی میکنیم با یک نفر. آقای امین رو تشویق کنین از بازی میرن. بسیار. 10 نفر تو بازی موندین. اگر از یکی از دو فرصت استعلامتون میخواید استفاده کنید هر کس برای خودش دست بالا. بله رأی آورد.
از بازی شما دو نفر خارج شدن، هر دو شهروند. پس همچنان سه مافیا و زودیاک در بین جمع ده نفره شما نشسته به همراه شش شهروند. سر صحبت آقای خشایار بوده، دو تا میام جلو، از مصطفی شروع میشه تا پروانه. بعد از من لطفاً صحبت کنید. ببینید الان احتمالاً میخواید فکت بیارید که من مثلا دو تا رأی آوردم یا مثلا ایشون هفت تا رأی آورده. کار اشتباهی دارید میکنید. مافیا دو تا رو آوردن داخل رأی گیری، هر دو شهروند بودن به خاطر با وجود بازیکنهای خیلی خوب تو این بازی. اشتباهه. ببینید روی سناریوهای دیگه و روی فکت‌های دیگه زوم بکنید، ذهنتون رو الان قفل نکنید. اوکی میخواید رأی بدید خانم مریم، اوکی، ولی فکت‌های دیگر هم و سناریوی دیگر هم بررسی بکنید. دلیل نداره که وقتی که من فقط چون دوتا، شاید اون دوتایی که اصلا به من رایدن هر دو مافیا باشن، یکیش مافیا. ببینید واقعا اینجوری فکر نکنید، من اصلا الان ذهنم قفله، چون میدونم ذهن شما قفله. خیلی عجله داری آقای صبحان و خانم مریم منو بدید. این اشتباه خانم مریم، شما برای من شهری یا ولی برای کل دکم شهری، ولی خیلی داری عجله میکنی. اگر واقعا پلیرهای خوبی هستین، فکتای دیگه بازی، کسایی که با آقای سیامک تارگت زدن رو در بیارید. آقای سیامک برای شما قطعا شهر بوده، یعنی شهر خونده شده. ببینید کیا به ایشون زدن و آقای امین با آقای هادی تارگت زده بود. رد خونش من از آقای هادی میگیرم. دوستان من یه سوال میپرسم خیلی سریع، دو نفری که به آقا رای دادن دستشون بیاد بالا. بیاریم بالا دیگه، چرا میترسین؟ خب من ببین بازم من به این نتیجه نمیرسم، اتفاقا بازم من به این نتیجه نمیرسم که شما مافیا نیستین. چطور میشه که مافیا متفق القول زیر ماست که همه تصمیم بگیرن؟ اگر هر دو شما مدعی هستین که هر دو شهرین دیگه، چطور متفق القول همه دستشون رو برای آقا آوردن بیرون؟ چرا با هم که نمیدونستین که کی میاد بالا که با هم ببندین که؟ پس من اینجا به شما میگم مافیا به فکت رای گیری. خب من اگرم گفتم که دستا بیاد بالا، میخواستم اینم سه نفر میاد بالا اون یه نفر رو بگیرم حقیقتش. خب آقا مصطفی، اگه قرار باشه رد خونی بگیریم از شهری که رفته بیرون، بعد رد خون بگیریم، نه کسی که تو بازیه. ایشون داشت میرفت بیرون، شما داشتی با ایشون بازی میکردی، یهو لحظه آخر زدی زیر میز ایشون، با ایشون دادی با... یکی از کسایی که داد ایشونو بالا بهش رای داد خود شما بود. چرا الان عقب نشینی میکنی؟ شما الان مشکوک بازی میشینی؟ چرا الان با آقا صبحان گیر میدی؟ آقا صبحان الان بم جلوشه، چطور داری با آقا صبحان گیر میدی؟ آقا این بازی طبق قوانینی که توضیح داده شد الان عجیب به نظر میرسی که ایشون جلو خودش بم گذاشته باشه. تنها مشکوک بازی الان خود شمایی. خب ببین میخوای فکت دیگه بشنوی، من برات فکت دیگه میارم. شما از روز بلاین دنبال زودیاک بازی، این میشه فکت شما. شما تو دفاعیت دنبال زودیاک بازی بودی، الان تو حرفات دوباره میگی به همراه مافیاها و زودیاک من اومدم بالا. شما سه بار اسم زودیاک رو آوردی. اگر بر فرض محال اون 1% شما مافیای بازی نباشی، شما به قطع این فکت که سه بار اسم یکنقش رو آوردی، شما زودیاک بازی هستی. این اولین گزینه شما. حالا میریم سراغ مشکوکای دیگه. حامد شاهرضا باهات تعامل میکنه، ولی از تو به عنوان یک پلیر برآینده بسیار قوی تری نیاز دارم توی این بازی، بسیار قوی تر. چالش بسیار عالی. 6 تا رأی آوردی دیگه مصطفی، درسته؟ رأی که 6 تا بود، سیامک 7 تا بود. شما در رأی خودت هم اشاره کردی که من مرزی اومدم بالا، گفتی سه تا مافیا و یه زودیاک که داره با مافیا بازی میکنه. یک زودیاک که کجا فهمید مافیا که باهاشون رأی بده؟ نکته اول. نکته دوم، باشه سه تا مافیا و یه زودیاک، به تو 6 تا شد، یعنی سه تا مافیا رأی دادن، زودیاک هم بد رأی داد، باز شد 6 تا. چه شهروندی هستی؟ سه تا مافیا و زودیاک بد رأی بدن، باید 10 تا رأی بیاری. 6 تا آوردی، به قول خود به زور اومدی بالا، شده 7، شده 2. امین بد رای داده دیگه، شهر بوده رفته بیرون، الان دست نمیاد بالا دیگه، اینم شهر بد رای داده ها. رای دورم که من دادم ها، من بد رای دادم ها، پس ما دو تا بد رای دادیم ها، پس تو مافیای بازی هستی ها. ولی میخوام باهات بازی کنم، یه مافیا بدیم بیرون با هم دیگه، با دست من بازی کن، یه مافیا بدیم بیرون. خانم پروانه رو بدیم بیرون. هستی؟ چالش کسی نمیخواد. ببین داده، شما دیروز توی دفاعیت گفتی من شهروندم اون مافیاست، امروز داری میگی جفتمون شهروندیم. خب دیروز چرا این حرفو نزدی؟ رو کل بعد امروز شما اصلا هیچ تارگتی نداری، بلند شو بگو اون 6 نفری که من رای دادن 4 تاشونو گردن بگیر. شما فقط دفاع کردی، الان بیای تو دفاعی هیچی نداری واسه گفتن، هیچی نداری گفتن. داداش اون که داره اون پروانه رو میکوبه، تو میگی با اون پروانه رو بدیم بیرون. خب اینکه نمیشه که
من پیشنهاد میکنم کسی که گان داره بلند شه آقا رو بزنه. آقا قطعی مافیای بازیه. چالش به من میدی؟ چالش از خودش صحبت کنه. ببینید آقای حامد شما باز هم دروغ دارید وارد بازی میکنید. اول که آقای امین، آقای صبحان، آقای امین تارگتش من نبودم که بخواد به من رأی دوم بده. کسایی که رأی دوم به من دادن بدونن این آقا داره دروغ میگه ها. کسی که رأی دوم به من داده بدون این آقا داره دروغ میگه. چرا؟ چون که آقا اصلا تارگتش من نبودم که بخواد رأی دوم بده. تارگت آقای امین آقای هادی بوده. من توی دفاع الان بلند شدم خانم پروانه رو گفتم، آقای هادی رو گفتم، دیگه به چند نفر مگه با تارگت بزنم؟ اه. شما این توضیحات الان با آقای شارزا دادی؟ آقای شارزا دیروز میگفت بین شما و اون پلیر ساید دی که من بهش گفتم باید اینجا ساید دو ببندی دیگه. شما رأی تو به اون، رأی دو تو به اون پلیر دادی؟ شما هم رأی دو تو به اون پلیر دادی گفتی میخوام یه نفر رو بشنوم؟ خب شما رأی تو به کی دادی؟ تو من نمیگفتی بین این دو تا سایده، چرا رأی دو تو به اون دادی؟ ببین نه همینه. داداش شما مشکوک بازی، خانم پروانه به نظرم شهروانه، بهش تاریخ نزن چون تاها مشکوکه. تاها مش تو با رأی تو اون اومد تو دفاع، دیدم بهش رأی دادی یا درسته؟ الان بس چالش بگی بکوبونش. حالا صحبت میکنم اونجا چالش میاد خانم پروانه بتون میشه. چالش بفرمایید. داداش من که اونو بلند شدم گفتم مشکوک بازیه. این آقا رو گفتم شهروان، تو چالش اولام به این آقا گفتم مافیا، بعد رسیده به ترنم به این آقا گفتم شهروان. شما دو نفر پشت سر هم بلند میشی، اونی که من خوندم شهروندو میگی شهروان، اونی که من گفتم مشکوکو میگین مشکوک، بعد میگه حامد مافیاست. پس اونم الان یار منه، من بلند شدم قند یارمو اونجا گرفتم. من به اونم رأی دادم، به دو نفر که نمیتونم رأی بدم که. من احساس کردم جفتشون سمساید مافیان، فقط اینکه این به اون کاری نداره. ببین شما میبینی هیچکی حتی پوینت شهروندی تو بخره، حتی یاراتم به نظرم دارم میزنم به شما. من که رأی الان شما دو تا مافیا دیگه معرفی کن، خانم پروانه و آقا من ندارم، من مجبورم به شما بگم مافیا. حالا در مورد شما این که میگی فکتت منطقیه، این که میگه اونو مافیا داریم، ما هم چطور باید به شما بگیم؟ ولی چون شما رأی دادی، خب رأی اگه ببین یه موقع مافیا لپ یکی رو میکشه ولی رأی بهش نمیده، شما در واقع همین کارو کردین، رأیتون رو دادیم، رأی دادیم به کی؟ به اون آقا دادیم. خب شما به قول ایشون مگه نگفتین اونجا سایت وجود داره؟ چالش کسی نمیخواد. اگه میخواین قبل از ببین اینجا، از اونجا که آقای مصطفی صحبت کرد رسید به اونجا یکی دو تا تارگت خورد، اصل کاریو شارزا بهش زد به نظر من تارگتار. پس من نمیتونم به حامد شارزا بگم مافیای بازی، و تویی که داری از اون مافیای ذهنی ما همه ما استفاده میکنی که اینو کثیفش کنی تو بازی، به نظر من تو مشکوکی. بین شما دوتا که قطعی سایده، بین شما دوتا قطعی ساید هست. اون آقا هم رأی دومشو من بهش دادم، آقای امین نداده تو بازی، رأی دوم اون آقا رو من بهش دادم که خودم هم میدونم شهروندم تو بازی. اینجا هم شما به نظرم یارت آقای خشایاره، خب اوکیه، شما آقای خشایار رو یه یارم بین این دوتا داری، تمام میشه بازی میره. من چلنجمو دادم به صبح. خب ببین شما اون عزیز و مافیا داری آقای مصطفی رو، خیلی قشنگه، داره میدادت بیرون، ولی تو بهش یه آخ نمیگی، تو داری میگی اونو این مافیان، اوکی؟ بعد تو خودت گفتی از این میز مافیا در میاری، درسته؟ الان هادی رو در آوردی؟ هادی رو که بلاین در آوردی، هادی رو تو بلاین در آوردی، از بلاین تا حالا کماکان به هادی رسیدی. حامد چی شد؟ ببین من از تو به حامد رسیدم، نه از حامد به تو، از تو به حامد رسیدم. تو یه مافیایی، حامد مافیای دومه. تارگت میزنم به تاها، تارگت میزنم به تاها که الان میگه تارگت فورسر رو حامد زده. ببخشید من و مریم چیکار کردیم اینجا؟ مرسی. ببین تاها لجبازیت که یکم داره اذیتم میکنه حقیقتا، یعنی انقدر داره لجبازیت اذیتم میکنه که پاش شدم. حالا ببین پلیر اومده تو دفاعیه میگه من شهروندم، نفر بعدی مافیاست، من محکومم به این رأی بدم. کدوم شهروندی میاد بالا بعدش مافیا بیاد بالا؟ من که محکومم به این رأی بدم. فکت رأی گیری اومده این آقا مافیای بازیه، من دیروز بازی که نمیتونم اینو متوجه شم. ببین صبحان، اولا اگر فکر میکنم میشه اینو گفتی، اگر محافظی تو بازیه به نظرم واسه صبحان بلند شه. تو نمیتونی اینجا در تارگتیت فعلا رو خانم پروانه بسته است، چون این پلیر فورسشو گذاشته رو اون. حامد شارزا موزت خیلی پایینه، اگه شهروندی خیلی داری بد بازی میکنی. اول من از بعدشون
بعد از من صحبت کنین. فکر میکنم میخوان پرمسماتر صحبت کنن، ببخشید صحبت کنن، چون قبلش هم گفته بودن که خانم لیلا. آره این یک. بعد این که ایشون ترپ پن کردن آقای خشایار، من حالا بین تاها و آقای خشایار حس میکنم آقای خشایار بیشتره. آقای عزیز، شما نمیتونین من و آقای هادی رو با هم بکنی توی باکس. خب شما اولا فکت رای گیری رود میشینه، دوم که یه فکت سوراخ برای بنده آوردی، گفتید لرزش صدا داری، اصلا نداشتم لرزش صدا، شما قطعی مافیای بازی. بعد شما جملمو ببندم سریع بشینم، شما بلند شدی موقعی که صحبت کنی فقط به این آقا توضیح دادی، اصلا در مورد کسای دیگه نگفتی، رد خونم نگفتی. رفقا برمیگردم به دیروز، من تو دیالوگم گفتم تا تو مشکوکی پا شده این خانومو با ما میگه اینجا خبری، این خانوم گفته آره شهروند این مافیاست، من گفتم آقای حامد مافیاست، این گفته اینجا خبریه. دیروز گفتم تا اون تارگت چی شد، اون آقا امروزو ندیده، قشنگ شاد شاد کثیف کردنه جلوی شما هم که بمبه. من شهروندم، به من تارگت نزنید، چینو براتون بندم. آقای حامد شارزا، آقای تاها، تو دیروز به اون رای دادی، رای دو به اون دادی؟ آقا فقط ببین تاها رو ول کنید، فقط همینجا، امروز فقط همینجا، من گان دارم اون آقا رو میزنم. بله، شلیک اتفاق افتاده و چیزی در پی نداره. ادامه جمله هم میتونم بگم؟ همینه، آقای شارزا دیروز گفته سایت بین شماست و اون پلیر، میگه رای دومو به اون پلیر دادم، امروز هم اون با این کاری نداره، سایت همینجا، سایت همینجا، امروز اون پلیر رای بده. بسیار، صحبت های روز دوم شنیدیم. قبل از رفتن به رای گیری بمب داریم، بریم برای خواب نیمروزی زود هنگام. ماسکا به صورت، ماسک‌ها روی صورت، به صندلی‌ها تکیه بدن همه. محافظه بازی، اگر می‌خوای برای بمب جلوی صبحان قرار گرفته کاری انجام بدی، بیا بالا به من عدد بگو. بسیار خوب، متوجه شدم. بخواب محافظ، ماسک‌ها روی صورت بردارید. آقای صبحان همونجوری که متوجه شدید محافظ برای شما بیدار شد و تلاش کرد برای اینکه بمب جلوی شما رو خونسا بکنه. عدد انتخابی محافظ برای خونسا سازی عدد 3 بود، اما مافیای بمب گذار برای بمبی که جلوی شما کار گذاشته عدد 3 رو انتخاب کرده. بمب خونسا شد. بله، بمب خونسا شد، محافظ شو نمیشه، تو بازی میمونه، شما هم که تو بازی میمونید، خطر بمب کلا مرتفع شد. بریم سراغ رای گیری. 10 نفر تو بازی هن. از سر صحبت که آقای مصطفی باشه شروع میکنیم به رای گیری تا پروانه با 5 رای و بیشتر کسی وارد دفاع. سب کنید لطفا، اون کار رو هم نکنید که بریم سراغ رای گیری. مصطفی داخل دفاع، هادی، مریم، صبحان، حامد، 6 داخل دفاع، آریان، لیلا، تاها، 4 خشایار، پروانه. بسیار خوب، پس 2 نفر دفاع میکنن، اول آقای مصطفی و بعد آقای حامد شاهرضا. مثل تیبک یه آدم جدید که اومده بینتون و دوست ندارید و جرأت اینو ندارید که شما بس پلیرا با همدیگه وارد جنگ نهایی بشید، منو هی بلند میکنید هی مینشونید. کارتون اشتباه به شدت، شهر از این کاری که داره میکنه به شدت ضربه میخوره، به شدت ضربه میخورید، خیلی دارید اشتباه کار میکنید، خیلی. ببینید الان شما به همدیگه تارگت میزنید. آقای آریان شما به من میگه از اینجا در میاد، به دوتاشون رای بدید، بعد به شما، به آقای حامد که بیشترین صحبتت درباره ایشونه، آخر کار یه لوپ از من میگیری ایشونو نمیاری بالا، به ایشون رای نمیدی، به آقای تاهام حتی که در موردش صحبت کردی رای نمیدی، چیکار داری میکنی آقای آریان؟ اگر شما میگن بس پلیر این چمید، داری اشتباه بازی میکنی، به من رای میدی، جز اینکه یا زودیاک باشی یا مافیا خانم، من دنبال زودیاک نیستم، دارم میگم این تعداد به من رای دادن، اشتباه نکنید، مثل تیبگ منو بلند نکنید بنشونید، شهر فاتحش خونده است. ببین دوستان، اگر آقا رو مافیا دارین، اونجایی که آقا رفت سرویس بهداشتی کی آقا رو کوبید اینجا؟ خودش نبود، شماها که دیدید من کوبیدم، بعد شهروند رو آوردم بالا تو دفاعیه، گفتم چیکار کنم یارم، من بیارم بالا تو دفاعیه که من رأی یکو بکشم زیر آقا، آقا با 6 تا رأی بیاد بالا. خب پس اگر اون مافیایی که، پس من شهروند بازیم، من برای چی باید یارمو پشت سر یه شهروند بیارم تو دفاعیه؟
اصلا واقعا بازیتون باگ داره، شهرونده بازی فقط به آقا رأی میده. اصلا واقعا واسه خودم متاسفم، چون من مافیا رو گرفتم، همه فکتاشو من آوردم، بعد من یارمو کوبیدم اونجای بازی، یارمو پشت سر یه شهروند آوردم بالا. این منطقیه؟ خب من که شهرونده رو با 7 تا رأی آوردم بالا، چرا باید یارمو بیارم بالا؟ مرسی. به خواب نیمروزی میریم. دو نفر دوباره توی دفاع هستن، پس رأی گیری در شب انجام میشه. به صندلی ها تکیه بدین لطفاً. کسایی که به نفر اولی که از خودش دفاع کرد، آقای مصطفی رأی میدن، دست بالا. دستا رو بندازین. کسایی که به نفر دوم آقای حامد شاهرضا رأی میدن، دست بالا. دستا رو بندازین. از خواب نیمروزی برمیخیزیم، نتایج رأی گیری. نفر اول آقای مصطفی 7 رأی، آقای حامد 1 رأی، آقای مصطفی وصیت. از تعداد رأیایی که گفت خجالت کشیدی؟ همه توی خواب یاران بهم رأی دادن. ماشاءالله خانم مریم چه بازیکنی هستی. خب اب نداره، به هر حال شاید من گره بازیتون بودم. آقای آریان، شمایی که به من و آقای طه و آقای حامد و آقای طه تارگت زدی و به اون دوتا رأی ندادی، به من رأی دادی، باید بعدن جوابگوی شهری باشی که اینجوری بلا سرشو بردی. خانم پروانه، شما قطعا مافیای بازی هستی. آقای هادی، شما با توجه به رأی گیریایی که داری انجام میدی مافیای بازی هستی. اگر آقای طه مافیا اگر آقای حامد مافیا نباشه، آقای طه مافیاست. ممنونم به افتخارش. بازی رو ترک میکنه آقای مصطفی. خیلی خوب، بریم برای شب شماره 2 بازی، اولین شب زوج زودیاکی. ماسکا روی صورت، شب میشود. مافیای بازی بیدار، شور و مشورت. شات به دست آل کاپون یا اولین مافیای نقش داره بعد آل کاپون. شات انتخاب شعبده باز. شور و مشورت نهایی مافیاها با هم. بخوابن اعضای مافیا. دکتر شهر سیو. ممنونم. کاراگاه سلام. حرفه ای شات. متشکرم. تفنگ دار، تفنگ. متشکرم. بخوابه زودیاک. شات شب زوج.
متشکرم. اوشن به تنهایی یار اضافه میکنیم. نفر یک دست جلو کف دست کسی رو که تاش میکنم از حالا به بعد در گروه اوشنی عضوه. ممنونم، دستا رو جمع کنید کل یاران اوشن بیدار. شور و مشورت. بخوابن یاران اوشن. نفری یک دست جلو کف دست کسی رو که تاش میکنم فردا حامل سلاحه. ممنونم، دستا رو جمع کنید. فرد صاحب اسلحه شده لایک. متشکرم. حالا من روز میشه 5-4-3-2-1 اعلام روز. چشم ها باز. گزارش وقایع شب شماره 2 بازی. خداحافظی میکنیم با دو نفر. هر دو خانم، خانم ها پروانه لیلا رو تشویق کنین از بازی میرن. بسیار. پنج نفر از بازی خارج شدن. اگر از اعلام میخواد خیلی خوب رای آورد. از بازی شما پنج نفر خارج شدن. پیش از این توی اعلام قبلی گفته بودیم دو شهروند خارج شدن، الان سه نفر به اونها اضافه شدن. از این سه نفر دو شهروند دیگه به آمار اضافه کنید و یک زودیاک. پس بین شما هفت نفر سه مافیا و چهار شهروند نشسته. وضعیت بازی قرمزه. بریم برای صحبت ها در روز سوم بازی. سر صحبت اینجا بوده. دوتا میاد جلو. از خانم مریم شروع میکنیم تا آقای هادی. خانم مریم بفرم. ببین حامد شاهرضا، تو امروز فارغ از هر تارگتی که بزنی دیگه جا تو این بازی نیست. تو بمب که جلوی آقا نشست و خونساش اصلا اینشه اه چی شد؟ ما که بمبو بستیم چرا نرفت؟ بعد تو کلن یه تارگت داشتی ایشون؟ من که زودیاکی فکت زودیاکی آقا رو من آوردم. میدونی چی میگم؟ تو هیچ برایندی به عنوان حامد شاهرضا به عنوان یه پلیر نداری. تو امروز میری از این بازی بیرون. اگر نخوند یک مافیا از این بازی بیرون، من از این بازی میرم بیرون. نکست کنان. تو چی وارد این بازی کردی تو سه روز اول بازی؟ الان روز سیم یک مافیا به ما معرفی نکردی. هی فقط از رو خود شهر رو هم زدی. تو باید از این بازی بری بیرون. یه خواهش دارم، اگر اوشن مرگ اوشنی داده پاشه بگه کیو بیدار کرده که رفته بیرون. خب اون آقا قطعی زودیا که بازی بوده دیگه، ولی دو تا کشته داشتیم شب، پس لئونمون اشتباه زده که رفته بیرون دیگه. وقتی مافیا نرفته بیرون. میتونه این تئوری شما هم باشه، ولی به تئوری من هم یه نیم نگاهی داشته باشیم که نمیدونم. من که نمیدونم که لئون بوده، ولی دارم میگم اگه، چون زودیا که نمیمیره، پس اون آقا زودیا بوده که رفته بیرون، لئون یکی زده دیگه که رفته بیرون، ولی میخون مافیا. درسته؟ حرفه‌ای من عذرخواهی میکنم، ببخشید. اگر آقا رو مافیا داشته باشیم، ممکن نیست مثلا اون خانم یا این خانم آقا رو زده باشن رفته باشن بیرون. آره منم مخالفم، خود منم مخالفم، فقط خواستم بهش یه مقداری فکر بکنی. خب یه تارگت با آقای هادی باید بزنیم دیگه، درست میگم؟ پس لایک نمیاد بالا، قطعی درست گفتم. زنگ اول بود یا دوم بود؟ مرسی. چالش کسی نمیاد. ببین خانم مریم، اگر من چیزی اضافه نکردم شما چی به بازی اضافه کردی؟ شما کیو تارگت کردی؟ اون رو تارگت کردی که من تارگت کردم. خودت داری داداش میگی این دو نفری که رفتن بیرون که مثلا میگی دوتا شهرونده، از توی اینا یه حرفه‌ای در بیاد، کی زیر بار تارگت بوده دیروز؟ تو تا صبح دیسلایک بده اصلا برام مهم نیست. من از بازی برم بیرون همینجا بازی کلینشی تموم میشه، چون زودیاکم تو بازی نیست. خانم مریم که قطعی مافیاست، آریان مافیاست، احتمالاً بین آقای هادی بینم نداره، چون تاها شهرونده. این داشت به تاها میزد، به تاها هم رأی نمیداد.
آقای هادیه، خانم مریمه، آقای آریانه. من قطعی شهرونده بازیم. دوست دارید منو ببینید؟ چالش کسی میخواد رفقا؟ نمیخوایم. به ترتیب فکت های حامد شهرزاد رو میشمرم. لینک اوشن برقرار، خیالتون راحت. آقای حامد شهرزاد میگفت سایت بریم اون آقا و این پلیره. رای دعای شما به کی دادی؟ گفت به اون پلیر دادم. پس قطعی مافیای بازیه. گان تو بازی آقای حامد شهرزاد رو خلاص میکنه. تو معتقد بودی اینجا مافیاست نه؟ که رفته بیرون خونده شهروند. من که شهروندم. اینجا یار داشتی میگفتی بین ما مافیاست. حالا اون شد تاها مافیا. من بهش رای ندادم و دیروز پاش رو گردن من بوده. آقای تاها. اگه شهروندی امروز فقط حامد شهرزاد. شهروندی امروز فقط حامد شهرزاد. تمام. چالش کسی نمیخواد. نه ببین آی آریان، من اگه ایشونو بذارم حرفه‌ای بازی، تو رو شهروند داشته، ایشونو مافیا، ایشونم شهروند. پس تو میشینی مافیا اگه اینجوری بخوام حساب بکنم تو بازی. اگه اون خانومو بذارم حرفه‌ای بازی، پاشده ایشونو زده دیگه، چون به من گفته شهروند خشایار مشکوک‌تره تو بازی. ولی از اونجایی که تو دیروز بازی به واسطه اون پلیر خواستی کثیف کاری هم را بندازی تو بازی، به نظر من تو مشکوکی. همین که دیسلایک میده، همین که خشایار باد بازی میکنه، مشکوکه. ببین سرنوشت ما که دست گانه است، احتمالا گانی که اگه تو بازی باشه، پس به نظرم تو رو بزنه خیلی منطقی تره تو بازی. چون تو دیروزه یک بازی نه وارد دعوای اون آقا شدی که خلق شد، نه وارد دعوای سیامک شدی، فقط راجع به این پلیر صحبت کردی تو بازی. و الان هم میخوای توضیح اضافه بدی؟ به نظرم سفید سازیه. تو مگه نمیگی زیر بار فشاری؟ خب الان باید بلند شی ست مافیا به ما بگیری. بگی آقا این مافیا، این مافیا، این مافیا، اینها رو بدین بیرون. منو ندین بیرون، من بازی میبازم. یعنی بنو بدین بیرون، من بازی رو باختم. ببین تو لپ تاها رو میکشی، اصلا راجع به خشایار حرف نمیزنی. اونجا مافیاست یک الا دو، یک الا دو. راست میگه، ممکنه حرفه اینه زده باشه رفته بشه میره. باشه با دست تو رای بدیم امشب، رای بدیم تاها بره بیرون. امروز ندیم. خب چرا تاها رو ندیم بیرون داداش من؟ چه این خانومو بدیم بیرون؟ خب من میگم این خانومو ندیم بیرون، اونو بدیم. با من بازی میکنی؟ من که شهرتم، با اونو بدیم بیرون. اصلا نمیخوای با هیچکی بازی کنی دیگه، فقط میگی منو ندیم بیرون. تو که مافیایی، برو مافیا. اینجا نیا، اینجا نیا. خب این مافیا، اینم مافیا، انتخاب خودتونه. اونم تا صبح فکت داشته، حالا منفی بازی هم بوده خدا رو شد. حامد شهرزا دیروز بهت گفتم مزد کفه، اگه شهروندی باید بهتر بازی کنی، الان دیگه شهروند بازی نیستی. تو دنبال چی میگردی اینجا؟ یعنی از روز یک انقدر برایندت بد بوده، اون که مافیامه میخوام ور کنم به تو رای بدم. داره دیوونم میکنه. ببین من قطعی اونو مافیای بازی دارم، اصلا داره واقعا بد بازی، حتی تو نقش مافیایی هم داره بد بازی میکنه. ولی این یه کاری کرده، اون حتی نمیخواد به این رای بده، مگر اینکه بگی اون میخواد اینو کثیف کنه. چالش آریان، مرسی. دو نفر رای دو آورده بود حامد شهرزاد، یه نفر کی بود؟ اون یه نفر آقا امروز فقط حامد شهرزاد. اصلا ببین من که یارش پیدا کردم داره با کی زرگری میزنه. امروز فقط حامد شهرزاد بازی خارج پیدا خروج پیدا میکنه. فقط حامد شهرزاد. شهروندی، شهروندی، همه شهروندی، فقط حامد شهرزاد. تو من فردا سراغ آقای تاها هم میام. فقط حامد شهرزاد. آقا شما چطوری منو تولید کردی این وسط یهو؟ چی گفتی هادی؟ ایشون پشت دست شما اومد میخواست خودشو سوار بکنه. آقا با رای گیری ایشون رو میدیم بیرون. من گان دارم، آقای تاها رو میزنم. آقای تاها رو میزنم. گان تایید میشه کیوم؟ آقای تاها رو. آقای تاها رو تشویق کنید از بازی میرن. تو رای گیری بدیم. ادامه صحبت. خب ببین، خب پس قد نه، من چالش گرفتم. بله سر صحبت. اجازه بدید، اجازه بدید تا از بازی بره سر صحبت. شما نه نه، من چالش گرفتم. من چالش گرفتم. من دو تا از اینجا شمردم، شما سر صحبت. خانم منم چرا بحث میکنی؟ گرداننده کامل یادشه. من از اینجا سر صحبت دو تا شمردم، سر صحبت جدید شما بودی. بله. اصلا بحث نداریم با گرداننده، حتی اگه اشتباه کنه که اشتباه نمیکنه. بسیار خوب. بریم برای رای گیری روز سوم بازی. از سر صحبت که خانم مریم شروع میکنیم تا آقای هادی. شش نفر تو بازی هستید، با سه رای کسی وارد دفاعی میشه. مریم یک، سبحان صفر، حامد پنج داخل دفاع، آریان یک، خشایار
2 هادی 0 تک دفعه آقای حامد بفرمایید. احتمال داره تاها که رفته باشه بیرون مافیا باشه، من برم بیرون، من قطعی شهروند بازیم، من تو 4 نفر داشتم 3 تا مافیا میگفتم، شما نخواستی بشنوی مشکل خودته، من با کی یارم؟ چین من کیه؟ من مافیا چینم کیه؟ بلند شدم دارم رأی خشم این شهروندا رو میخرم، اون به من داره میزنه، این به من رأی میده، این که داره منو سوراخ میکنه، اون داره به من میزنه، تو داری به من میزنی، یار من کیه توی این بازی؟ خب تو موقع وضعیت قرمز که دیگه منو نباید بفروشن. الان اینجای بازی اگه اون تو پوزیشن شهروندی باشه 3-3 مافیا باشه، الان بعد اینجا کلین شیت بشه، من شهروندم برم بیرون بازی تمومه. من قطعی شهروند بازی هم، برم بیرون بازی تمومه، احتمال داره اون مافیا بوده رفته بیرون، ولی من شهروندم، به من رأی ندید. ممنونم، دفاعشون رو شنیدیم. از میان شما 5 نفر اگر 3 رأی بیاره از بازی میره بیرون، 3 رأی و بیشتر و با کمتر از این میزان تو بازی میمونه. کسایی که رغم دفاعی که از حامد شنیدن میخوان ایشون رو به بیرون بازی هدایت کنن، بعد از شمارش دست بالا و نگه دارن. حق رأی شما رو گرفت، گفتم نه حق رأی شما رو گرفتم، لیگ شوخی نداره. بعد از شمارش پس خود حامد که تو دفاعی است، مریم هم حق رأی نداره، شما هم دست بلند کردی، شما هم حق رأی نداری. اون 3 نفر اگر هر 3 تا رأی بدن، فقط حامد بازی رو ترک میکنه و روال بوده همیشه تو ایونت های ما بودین. کسایی که رقم دفاع میخوام بهشون رأی خروج بدن بعد از شمارش 1-2-3، 2 رأی کافی نیست برای خروج آقای حامد. یه سوالی که احتمالاً سوالتون بود و توضیح بدم قبلش، توی بازی زودیاک، سناریو زودیاک، وضعیت قرمز اعلام شد. توی سناریو زودیاک در پس هر روز شبی است و با شلیک شدن در روز اتفاقات جمع‌بندی نمیشه، اول روزها جمع‌بندی میشه. ممکنه یه موقع ما اعلام بکنیم بر حسب شرایط بازی که به شب نمیریم، چون شب اگه بریم مثلا دکتری وجود نداره، حرفه‌ای وجود نداره، عملا تیر مافیا حتما میشینه مثلا زودیاک فلان، بسته به شرایط بشود روی کاغذ دقیقاً گفت که برنده ساید مشخصه و هیچ احتمال دیگری وجود نداره. اگر این نباشه حتما هر روزی به انتها میرسه، رأی گیری انجام میشه، به شب میریم، شب پایان میابه، بعد اول صبح نتیجه میگیریم که حالا کدوم تیم برنده است یا نه. برای همین اون آقای تاها که از بازی رفته بیرون میتونه مافیای بازی بوده باشه، میتونه شهروندی بوده باشه که رفته بیرون، 3-3 هنوز موندین، ولی باید بریم تا پایان روز رأی گیری ببینیم شما به آقای حامد شارزای مافیا رأی خروج میدین یا نه. بعد نمیدین، حامد مافیا نمیره بیرون، با اینکه حرفه‌ای هم داریم دیگه بریم به شب فایده نداره، چون دکتر نداریم، مافیا کلین شیت برنده بازی. من چی بگم؟ این اوشن نبود؟ او دارشو ما برایم داشتم اما گرفتم. نه بابا این خود شاتش کردیم دیگه. خب حرفه این چی؟ کیو زده؟ چه شکلی دو نفر مردن؟ لیلا زودیاک بود؟ محافظ از زد، شما محافظ بود، چرا اینو زد؟ چرا بدی تو بابا؟ یعنی چی زودیاک بزنه؟ زودیاک لیلا بود اینو زده بود. تیم حامد بازنده نیست، بازنده نیست، کلین شیت میبرن. حرف مهمی اینا، حرفش مهم، تا صبح حرف بزنیم، اگه جک بزنیم من دوباره تو دیالوگ هم گفتم میدونم یارش کیه، فقط شهر به شهر با داداش من فکت حامد شارزا گفتم، تو رأی گیری گفته بین این اون ساید رأی دو رو پرت کرده زیر اون، خب مافیاست دیگه، خب چرا به من میگی مافیا؟ من به تو نمیگم مافیا، میگم اینجا ساید اینم مافیاه. شما اصلا گوش نمیدین به حرف من تو بازی، هیچی نگفتی، هیچ کدومتون راجع به این صحبت نکردین، فقط من گفتم خشایر رو، فقط من گفتم گیر داده بودیم به اونو، فقط این پلیر تو بازی. من نمیفهمم شما رو، خلاف جهت شهر از روز یک داری ما میزنی، که اینو گرفته بود که خیلی اجماع براش نگرفتی، تو اصلا نزدیک حامد شارزا نشده، خط به حامد شارزا نگفتی. با شهر برندش در نمی اومد، خیلی بازی قشنگی بود، حتی اگه من ببازم میگم یه بازی مافیا قشنگ بازی کرد آقای خشایار، بست پلیر تیم مافیا، ولی دو شبه گرفتمش، دو شبه گرفتمش، محافظو داشتم، یه دونه موشنو داشتم، مهم همین تا
تک رای هفت تا این بنده خدا آورد تک رای تو آورد روز یک بازی تو چی بودی ساده وفاییه دو تا شهروند روز یک دو تا کردی چی میگی خیلی بد خیلی بد خیلی ببین به عنوان لینکی که تو وضعیت قرمز دو نفرین با پاشونه آره همون چون بینگو بودی بهت ندادم به نظر من که آریان تنها بود تو شب اوشن و حرفه‌ای خوب بودم ولی مافیا هم یه جا خشایی از زیبا درشون آمد حامد که واقعا اولش رو ولی خیلی خوب شروع کرد این دکتر هم داشت خوب صحبت میکرد ولی کسی گوش به حرفش نمیداد تفنگداره بعد کارگاه هم بعد نای محافظ هم خوب بود به نظر انشالله که خیلی هیچ حرف خاصی ندارم فقط خیلی زشته تفنگدار تفنگ جنگی رو به مافیا خودشو بزنه شهروند تنها بود شوشات کنه خودش میگه حامد شاهزاده مافیا زیاد میزنه نکته آموزشی داشت بازی دیگه باید وایسیم ببینیم روز چی میشه سری 3-3 برنده نمیشه مافیا اگه حامد میرفت بیرون شانس داشتن شانس خوبی هم داشت اوکیه خدافظ